خدمتتون. سلامت باشید. خیلی خوش آمدید. 933-879-45. فرزندم 6 سال داره، بچه های دیگران رو اذیت میکنه واقعا. چیکار کنم؟ بله، معمولا بچه هایی که همسن و سالاشون یا بچه های کوچکتر رو خصوصا اذیت میکنن، این نشون دهنده یک ضعف ارتباط اجتماعی هست که در فرزندان شکل گرفته و عمدش هم برمیگرده به این که ما برای فرزندانمون در سنینی که نیاز به همبازی و همراه دارن، این همبازی و همراه رو فراهم نکردیم. معمولا بچه ها از سن حدود 2 سالگی نیاز به همبازی دارن که بعد این همبازی در کنار اونا قرار بگیره و واقعا ما والدین هم باید یک توجه جدی رو به همبازی بچه هامون داشته باشیم. من اگر بخوام یه تعبیری رو به کار ببرم درباره همبازی، میگیم همبازی برای فرزندان مثل یک معلم برای کلاس درسه. یعنی ببینیم ما چقدر از معلم آموزش میگیریم و میبینیم، بچه ها هم به صورت غیر مستقیم از همسالانشون خیلی از آموزش ها رو میگیرن. حالا اگر این همبازی خوبی باشه، شما میبینید که درس های خوبی رو داره ازش میگیره و یکی از مهمترین درس ها شیوه ارتباطیه که اون میتونه با گروه همسالش بگیره. این یکی از عوامل که معمولا بچه ها همسالانشون وقتی اذیت میکنن علتش نداشتن همبازیه. الان وارد یک فضای جدیدی میشه، اینو بچه ها هستن شیوه ارتباط رو بلد نیست، آزار میرسن. دلیل دومش اینه که ممکنه خودش قبلا از همسالانش آزار اذیت دیده و این روحیه انتقامگیری و مقابله به مثل رو شکل گرفته. ولی دوباره اینجا ضرورت داره که ما بچه ها رو تو محیط همسالان خوب قرار بدیم که این آسیب ها رو بعدن نبینه. نکته سومی که ممکنه زمینه این رفتار رو در فرزندانمون به وجود بیاره اینه که بچه ها رو گاهی اوقات در زمانه های نامناسب تو گروه همسال قرار میدیم. بچه هایی که گرسنه است، خسته است، خوابش میاد، آسانه تحملش پایینه، میره تو گروه قرار میگیره، رفتارهای طرف مقابل رو بر نمیتابه. کوچکترین اتفاقی که میافته میبینیم پرخاشگری میکنه، دعوا میکنه، او رو میزنه. ولذا نکته سوم رو هم بهش توجه داشته باشیم که در زمانهای مناسب اینا رو در کنار هم دیگه قرار بده. نکته چهارمی رو که باید بهش توجه کرد اینه که به سن بچه هامون هم توجه کنیم. معمولا بچه هایی که مثلا همین سن 6 سالگی هستن، نهایتش با بچه هایی که 6-7 ماه کوچکتر و 6-7 ماه بزرگتر از خودشون هست باید ارتباط برقرار کنن. اگر با بچه هایی که خیلی کوچکتره بخواد ارتباط برقرار کنه، چون زبان همدیگر خوب نمیفهمن، متوجه نمیشن، مثلا میگه اینو بده، میبینه یه چیز دیگر رو داره بهش میده، میگه این رو بده، اصلا بهش نمیده، نتیجتاً چی میشه؟ نتیجه این میشه که این برای رسیدن به خواستهای خودش مثلا با او دعوا بکنه، بزنتش، هولش بده، موه او رو بکشه، گاهی اوقات چنگ بزنه به طرف مقابلش. پس سعی بکنیم همسالان بچه هامون هم همسن و سال فرزندم باشه، یک نزدیک به سن او باشم. و نکته آخری هم که باید توجه کرد اینه که حتما باید بچه های همسن و سالی که کنار فرزندم قرار میگن اونها هم تعادل رفتاری رو داشته باشن. چون قدیم میگن جواب های بویه. اگر طرف مقابل رفتارش خوب نباشه، خشن باشه، فرزند ما به 2 حالت رو میاره، یا عکس العمل نشون میده، او هم مقابله به مثل میکنه، یا نه خدای نکرده اعتماد به نفسش کاهش پیدا میکنه و یه حالت منزوی شدن رو پیش رو میگیره. کما این که ما گاهی اوقات داریم برخی والده مطرح میکنن که فرزند من میره تو جمعه های کتکش هم میزنن چیزی نمیگه، بعدن هم تو جمعه ها وقتی حضور پیدا میکنه سعی میکنه تو حاشیه قرار بگیره. یکی از دلایلش همینه. اینا احتمالا خاطره خوشی رو از کنار همسن و سالهاشون ندارن، معمولا کتک خوردن، تنبیه شدن از جانب اونها، بذار اینا هم میرن تو اون لاک تدافعیشون. بسیار، دست شما درد نکنه.
0912-452 دو شماره آخر 14. سلام، دختری 17 ساله دارم. علیکم سلام، خیلی ممنون از طرح سوالتون. دختری 17 ساله دارم، در کودکی هر وقت از پدرش ناراحت می شدم او رو تنبیه بدنی می کردم. از پدرش که ناراحت می شدم دق و دلشون سر این بنده خدا. حالا عذاب وجدان زیادی دارم، برای جبران اون چیکار کنم؟ خواهش بکنم راهنمایی. بله، خب ببینید، جبرانش اینه که اولین نکته از الان ما رفتارمون رو با فرزندمون اصلاح بکنیم، یعنی از این به بعد رفتارهای قبلی رو انجام ندیم و مهمترین اصلا اون حفظ کرامت فرزندمون، شخصیتش رو حفظ بکنیم. نکته دوم، بریم عذرخواهی کنیم از فرزندمون، مثلا خصوصا اونجایی که میدونیم او یادشه، یاداوری میکنه آره ماما فلانجا من رو زدی، اینجا هیچ اشکالی نداره اجمالا ازش عذرخواهی بکنیم. مثلا دخترم آره مثلا من عصبی بودم، نفهمیدم این کار رو انجام دادم، ولی خیلی هم نمیخواد عمیق روی این موضوع کار بکنم، ولی همین عذرخواهی اجمالی رو داشته باشم. ولی اگر اجازه بفرمایید، من برای اینکه خانواده‌های دیگه خدایی نکرده دچار این مشکل نشن، درباره تنبیه بدنی چند جمله ای رو عرض بکنم که ممکنه مقداری ترس هم ایجاد بکنه تو خانواده، ولی یه موقع این ترس ها خوبه، یعنی آدم بتونه جلوگیری بکنه از این شکل رفتارها. ببینید، تنبیه بدنی معمولا به فرزندان ما سه دسته آسیب رو میرسونه، یا البته هر کدوم اینا بعدا قابل گفتگوه، ولی اجمالا من عرض میکنم. یک، آسیب جسمی میرساند، یعنی اگر بچه ای رو بزنیم بالاخره کبود میشه، ضربه میخوره، مشکلاتی براش به وجود میاد. و میدونین در فرهنگ دینی ما دیه آور هم هست، یعنی منجر به این میشه که باید به اون طرف مقابل یا به ولیش دیه ای داده بشه. حالا من برای اینکه باز اینم یه مقداری بهش دقت بکنم، برخی از دیه ها رو هم بگم چیه. یعنی شما اگر زدین تو گوش بچه، یعنی میدونیم دیه سر با بدن متفاوته، زدین تو گوش بچه سرخ شد، 1.5 مثقال طلا. الان من نمیدونم مزنه طلا چقدره، ولی فکر میکنم مثلا 1.5 مثقال 600-700 هزار تومان بشه. عجب. بله، این اثرش بمونه رو صورت و اینا. حالا میریم، نه همین که سرخ بشه، همین که یه ذره سرخ بشه. بله، نکته دوم اینه که حالا اون اثر بمونه چی میشه؟ مثلا کبود میشه قبل از سیاه شدن، مثلا ضربه محکمتره، یا مثلا بچه رو یه نشگونی میگیرن از گونهش، نمیدونم بینیش، لپش، این چی میشه؟ کبود میشه. کبود 2 برابر سرخیه، یعنی 3 مثقال طلا. این 3 مثقال طلا رو باید به کی بدن؟ حالا آخر سر من عرض میکنم به کی هم باید داده بشه. اگر ضربه محکمتر باشه، یعنی جوری باشه که سیاه بشه بخشی از صورت و سر، این میشه باز 2 برابر اون 3 مثقال، یعنی 6 مثقال طلا چی میشه؟ دیه این بخش میشه. به کی باید بدن؟ میگن به ولی بچه، مثلا پدر ولیه، ولی نه اینکه ولی برای خودش برداره، در راه مصالح فرزند باید هزینه بکنه. من گاهی اوقات مادرانی میپرسن، میگن خب آجا حالا ما چیکار کنیم و اینا، گاهی اوقات دستمون در میره برای اینکه جلوگیری بشه از این زدن. میگم شما یه دفتر و کاغذی بردارید و مدادی، مثلا بنویسین امروز مثلا چندم بله آبان یا آذر یه دونه زدم، 1.5 مثقال طلا. خب بچه وقتی که به سن قانونیش رسید، بگیم مثلا مادر جون من اندازه یک واحد آپارتمانیه مثلا 80 متری تو رو زدن، حالا این ماشین رو این خونه رو میخوای یا میبخشی؟ جدی؟ یعنی باید حق دیگه باید داد. بله حقه، بله این حقه، بله زو بعد داد. البته قدیمی ها یه تدبیری میاندیشیدن، مثلا بچه‌ها وقتی به سن ازدواج میرسیدن جهیزیه دخترشون رو که میدادن، میگفتن مادر جون این جهیزیه، اگر حقی گردن ما داری اینا حلال کن، زدیمت مثلا، چون بالاخره میدونی گاهی اوقات نفقه بچه‌ها حقشونه، یه جایی تو نفقه بچه‌ها کم و کسری گذاشتیم، بالاخره این رو حلال کن. بچه‌هاشون رو، پسر بچه‌هاشون عروسی میگرفتن، بالاخره خرج عروسی براشون میدادن، اونجا گاهی اوقات این رو چیکار میکرد؟ مصالحه میکرد. و خوبم هست، ببینین بالاخره در اون مناجات آقا امیرالمومنین در مسجد کوفه میخونیم، در آیه قرآن هم داریم، بالاخره روز قیامت روزی است که
پدران و فرزندان فرار میکنن، فرزند پدر و مادر گاهی اوقات فرار میکنن. برای همین حق هست دیگه، یعنی حق برگردن ما هست، اینجا پاکش نکردیم، اونجا چی میشه؟ با مشکل مواجه میشه. من یه نکته ای رو به بینندگان بزرگوار عرض بکنم، خیلی به این توجه کنید. تو دنیا خیلی راحت میشه حقا رو صاف کرد، واقعا خیلی راحت تر اون چیزی که انسان فکرش رو میکنه، ولی اون ور سخته، اینو بهش توجه بکنیم. اون ور معلوم نی، برخی آدم ها گیره یه بخشی هم که بتونن نجات پیدا کنن، به راحتی نمیگذرن از حقشون. اینجا مثلا شما غیبت مثلا آقای قوامی رو کردیم، میگه آقای قوامی حلال کن، میگه یا علی حلال، یعنی به همین راحتی تمام میشه. البته ابهام هم نباید داشته باشه، مثلا یکی بیاد پول یکی رو بخوره مثلا، اینم ندونه یا آقا ما رو حلال کن، اونم بگه نه، باید مشخص باشه. ولی ازا مخواهد بگیم اینا رو باید مدیریت کرد. این یک، پس این آسیبای جسمی میرساند که دیا آورد. دوم، آسیبهای روحی به بچه ها وارد میکنه که گاهی اوقات حتی منجر به برخی از اختلالات روحی روانی در بچه ها میشه که جبرانی سخته. مثلا بچه ها گاهی اوقات دچار مشکلی مثل مازوشیسم یا مازوخیسم میشن، حالت برده صفتی، هر که بهشون زور میگه خیلی نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، ترس دارن. گاهی اوقات نه، ممکنه دچار سادیسم بشن، دیگر آزاری، آزار دیگران لذت میبرن. گاهی اوقات ممکنه دچار خلاها و اختلالات عاطفی بشن و خیلی از مشکلات گاهی اوقات زایده تنبیه های بدنیه که خصوصا به صورت استمراری داره اتفاق میافته. مازوخیسم آزارپذیره، سادیسم آزاردهنده. بله. و نکته سوم، ممکنه بچه ها دچار و میشن دچار مشکلات تربیتی بشن اصلا. مثلا دروغگو میشه. چرا؟ چون میدونه الان اینجا اگر راست بگه کتک میخوره، تنبیه میشه. گاهی اوقات انتقام گیر میشه. گاهی اوقات شما میبینید فرد دچار این میشه در جرمش حرفه‌ای‌تر عمل بکنه. حالا یه نمونه ای رو مثال بزنم. یه موقعی پدری و مادری آمده بودن میگفتن فرزند ما بی اجازه پول برمی‌داره و ما هم تنبیهش کردیم یکی دوباره که متوجه شدیم. قول داد و نوشت و نمیدونم تعهد داد و دیگه از این کارا نکنه و بعد میگم ما مدتی بود میدیم دوباره یه چیزایی میخره، پولش هم انگار ما بهش ندادیم. بعد میگم یه مقداری دقیق تر که شدیم دیدیم که مثلا میره فلان چیزو از مغازه بخره مثلا 1000 تومن، با مادرش 1500 تومن حساب میکنه. میگه پدرش گاهی اوقات ماشینی داره، حالا جایی میره، نه اینکه شغلش همین باشه، بالاخره یه مسافری سوار میکنه، دخل پول خوردی تو ماشینش داره. میگه چون میدونه بابا اونجا حساب کتاب اون دخل رو نداره، میرفته از تو ماشین پدر برمیداشه. خب ببینید وقتی تنبیه میکنیم نمیتونیم مشکل رو حلش کنیم، منجر به این میشه که بچه ها گاهی اوقات حرفه‌ای‌تر در اون جرمشون میشن، زرنگ‌تر میشن تو اون جرم. و یادتون باشه ما در چند برنامه قبل به این نکته بنده اشاره کردم، گفتم هر وقت ما با مشکلی مواجه میشیم گویا اون مشکل رو نریم به جنگش، بریم ریشش رو بخوش کنیم. اگر بچه‌ای میبینیم مثلا بی اجازه پول برمی‌داره، نریم بزنیمش به خاطر اینکه بی اجازه پول برم، بریم چرا این بی اجازه پول برمی‌داره، ریشه رو پیدا کنیم. مثال تب رو زدیم. بله. ولی مثلا همین بی اجازه پول برداشتم، وقتی من با همین مادر و پدر صحبت کردم، ببینیم میخوام بگم که گاهی اوقات چقدر راحت میشه مشکل رو حل کرد. مادر پدرش میگفتن ما ماهانه به این پول تو جیبی میدیم، مثلا این تومن بهش پول میدیم. بعد اتفاقی که میفته این یه هفته ده روز اول میره همه اینا رو خرج میکنه، بعد میومد به ما میگفت که به من پول میدیم، گفتیم نه میخواستی خرج نکنی. خب بچه‌ای که مثلا یه پول یک ماهش تو ده روز خرج میکنه، 20 روز بی پول باشه چیکار میکنه؟ خب یه جایی میره بی اجازه برمیداره دیگه. بعد من اینو گفتم خب شما اینو مدیریت کنیم، بیاین از این به بعد به جای اینکه ماهانه بهش پول بدین، مثلا روزانه بهش پول بدین، دو روز یک بار بهش بدین، ولی تو این دو روز اول رفت همه رو خرج کرد، یه روز بی پول باشه، نه 20 روز، بدون دو روز بعد یه پولی دستش میاد. خب این یعنی ریشه رو حل کردن. حالا شما کلی بشین این بچه رو هی بزنین که چرا بی اجازه میای پول برمی‌داری، این نه، این برای رسیدن به این نیازه سعی میکنه که حرفه‌ای‌تر بره عمل بکنه که
به نیاز خودش برسه، والدینش هم متوجه نشه. پس این تنبیه سه تا آسیب داره. ما اگر جلوگیری نکنیم از این تنبیه بدنی، بچه هم دچار آسیب های متعددی میشن که گاهی اوقات ما حتی این آثارش رو در بزرگترها میبینیم. یعنی من نمیخوام خیلی ورود پیدا بکنم، یعنی مرد گنده زنش رو آزار میده، بعد خودش میاد تو مشاوره میشینه میگه من آزارش میدم، احساس عذاب وجدانی ندارم، تازه کیفم میکنم، دارم اذیتش میکنم. یعنی بعدش دیدین که اینقدر اذیت میکنه، بعد میگه آخش دلم هم خنک شد. خب وقتی ریشهشو میری میبینه در تنبیه های دوره کودکیشه، در مشکلات دوره کودکیه. بلیزا اینو باید با دقت و انشالله تدبیر بهتری جلو ببریم. البته خدا رو شکر نسبت به گذشته الان خیلی کمترین اتفاقات می فرزند آزاری و نمیدونم میشتم خیلی کم داریم، نه که نداریم ولی کمتر شده، اینجوری نیست؟ نگاه کنین آمار دقیقی رو ما نداریم که بتونیم بگیم که آیا اینجوری هم ولی همینجوری که آها آدم رو نگاه میکنیم مادر پدر خیلی دیگه گلو بلبلی نشده از این برای اون. البته ما چون خیلی مشاوریم چیز دیگه ای رو تصور داریم، نمیخوایم بگیم بیشتر از قبل شد. قدیم مردم یه مقدار بیرو درواسی تر بودن با هم دیگه، یعنی بچه ها رو جلو هم میزد. آها الان یه مقدار رفته تو لایه های پنهان، بیرون خیلی مؤدبانه و شیک با بچه ها برخورد میکنی، معلومه تو خونه هم همینجوره. حالا شاید اینا هم دارن تدریجی سعی میکنن چون عادت غلط رو ترک کنن دیگه. خب خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. با اجازه شما یه فاصله از دوستانم در اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم و بعد ادامه پرسش ها رو مطرح میکنم. محضر آجای تراشیم عزیز.